حضرت مهدی کنار خونه خدا که اعلام ظهور کرده و مکه رو در اختیار گرفته به همراه یارانشون، اعلام میکنه من از مکه خارج نمیشم تا وقتی که معجزه‌ای که جدم رسول خدا به من وعده داده به وقوع بیاد. اون معجزه چیه؟ اون معجزه هم اتفاقیه که قرار برای سفیانی و لشکرانش اتفاق بیفته. اونا حرکت میکنن از مدینه و میفهمن امام زمان در مکه است، حرکت میکنن از مدینه به سمت مکه. بین مکه و مدینه در یک بیابانی خداوند یک زلزله ایجاد میکنه و اینا فرو میرن در زمین. گسل اتفاق میفته، اینا همشون فرو میرن در زمین. این معجزه باعث میشه که بیشتر اونجا با حضرت مهدی بیعت میکنن. سیدق خراسانی بیرق رهبری ایران رو و سپاهیان ایران رو به حضرت مهدی تقدیم میکنن، مردم رو میکشن، مثل الان که بمب‌گذاری میکنن و چجور مردم رو میکشن، پاکسازی میکنن. و اینجوری کشورهای عربی مثل عربستان و حاشیه خلیج فارس و عراق و ایران تحت یک حکومت در میان و حضرت مهدی عراق رو به عنوان مرکز حکومت خودش از اینجا به بعد انتخاب میکنه. شهر خب اعلام جنگی میشه و اونجا نیروی سفیانی با حضرت مهدی ملاقاتی میکنن، تسلیم میشه و دیگه برمیگرده پشیمون میشه یا پشیمونش میکنن، جنگ رو شروع میکنه. با اینکه آتش بس اعلام کردن اونا احچکنی میکنن، جنگ رو شروع میکنن و ما حرکت میکنیم به سمت فلسطین و نیروهای سفیانی که اونجا هستن و اسرائیل رو اونجا نابود میکنیم و فلسطین و قدس رو آزاد میکنیم. این اتفاق نمیفته. کشور غربی و علی کشور بزرگ اسلامی که حالا دیگه تقریبا کل خاورمیانه رو در اختیار گرفته، از حضرت مهدی اعلام جنگ میکنن و ارتشاشون رو میخوان وارد نبرد با کشور بزرگ اسلامی کنن. اینجاست که حضرت عیسی از آسمان قبوت میکنن و نازل میشن در مسجد الاقصی، میان کنار حضرت مهدی. همه مردم دنیا میفهمن قضیه رو که حالا حضرت عیسی که بیش از حدود 2000 سال هستش، که بیش از حدود 2000 سال که مردم دنیا حالا حدودن مردم مسیحی دنیا منتظر ظهور مجددشون هستن، ظهور کردن و یک انقلاب دیگری شبیه به این انقلاب دیگری در مردم دنیا اتفاق میفته، مخصوصا کشورهای مسیحی که اکثر جمعیت دنیا رو از ادیان مسیحی ها در دست دارن. خب حضرت عیسی که نازل میشه یا کوثر امام زمان نماز میخونه، اعلام میکنه من مسلمانم، من طرفدار حضرت مهدی هستم و با این کار مردم کشورهای مسیحی متمایل میشن به حضرت عیسی و حضرت مهدی. به دولتاشون فشار میارن که ما نباید با حضرت عیسی بجنگیم، ما منتظر ظهور مجدد عیسی بودیم. یک قرارداد صلحی بسته میشه بین حضرت مهدی و حضرت عیسی با دولت‌های غربی که مردمشون متمایلن به ما. توجه دارید؟ قرارداد صلح بسته میشه که جنگ اتفاق نیفته. بعد از مدتی که میگذره یکی یکی این کشورهای غربی که دولت‌هاشون مخالف امام زمان و حضرت عیسی اما مردمشون متمایلن به ما، یکی یکی انقلاب میکنن. یعنی همونجوری هست که الان کشور عربی داره انقلاب میشه، در کشورهای غربی هم همینجور انقلابای اتفاق میفته و حکومت‌هایی میان سر کار که متمایلن به اسلام و حضرت عیسی. درست شد؟ وقتی که صهیونیست‌ها و سران عالم حکومتداران غربی این قضیه رو می‌بینن، احساس خطر می‌کنن که یک زمانی ما کل دنیا در اختیارمون بود، الان در اروپا و در کشورهایی که خودمون حاکمش هستیم هم دیگه یکی یکی دارن کشورها از دستمون در می‌رن. چیکار می‌کنن؟ باز هم یک پیمانشکنی دیگه می‌کنن و دولت اسلامی برای نابودی مسلمان. این یک جنگ خیلی بزرگ اتفاق می‌افته و در این جنگ هم ارتشای غربی که خیلی از مردمشون مخالفن و شرکت نمی‌کنن تو این جنگ، همون نیروهای نظامی اصلی و هر کسی دیگه هم که طرفدار اوناست ممکنه اون لشکریان حاضر بشه، حرکت می‌کنن، حمله می‌کنن و در اون جنگ بزرگ حالا که کشور بزرگ اسلامی هم خیلی قدرتمند شده به یاری خدا و با هدایت حضرت مهدی مسلمان پیروز میشن و از اینجا به بعد حکومت جهانی حضرت مهدی تقریبا شکل میگیره. یعنی کل دنیا دیگه در اختیار حضرت قرار میگیره و حضرت شروع میکنه آباد کردن دنیا از نظر فرهنگی، علمی، فکری، حتی سخت افزاری، آبادانی هایی که ما میتونیم بفهمیم، وضع رفاه و مالی مردم چقدر رشد میکنه، وضع معنویت و دین مردم چقدر رشد میکنه و حضرت هم دین اسلام رو اجباری انجام نمیده.